فرمانیه. با سوفیا لورن و مارچلو ماستریانی از کلاسیک های هالیوودی اندکی فاصله میگیریم و میریم سراغ یکی از کالت های محبوب ایتالیایی. سونگو مینیستر گراسی جوستیزی سینو دیه فتم دا گستا سی فتم امول دا بگار سی سیگنور ما il resto della condanna gli solo fa non mo fa ridere va. برنده اسکار بهترین فیلم خارج زبان 1965 فیلمی به کارگردانی ویتوریو دسیکا. Dice che qualcuno stanno buono. Io ha già voluta sempre bene. A domanda di grazia è partuta per Roma. این فیلمساز نورالیست ایتالیایی برای ساختن سگانه دیروز امروز فردا از مسیر اصلی خودش فاصله میگیره تا یک کمدی درام جذاب و پر حرف و حدیث رو برای سینمای جهان به یادگار بذاره. A me il nero è il colore che mi piace di più, lo porto molto sopra e sotto, d'estate. امیدوارم از تماشای مرور این کمدی درام جذاب ایتالیایی لذت ببرین و خوشحال میشم اگر با سابسکرایب، لایک و کامنت سفر مورد حمایت خودتون قرار بدین و ممنون میشم ویدیو رو با دوستانتونم به اشتراک بذارین. این فیلم سه اپیزودی بر شونه دو ستاره بیچون و چرای سینمای ایتالیا و جهان میچرخه. برخلاف اغلب فیلم‌های اپیزودیک، هر سه ماجرا با وجود دنیاهای مختلف، ستارگان و کارگردان‌های یکسان داره. به دتی که به نام دسیکا سند خورده. بلا. ما وی دنتر. پس اول گاز. ها اون فوگا دی گاز. فیلم در سه شهر ایتالیا فیلم برداری شده که انگار سه دنیای مختلف رو نمایندگی می‌کنه. اپیزود اول در ناپل میگذره، در محله های فقیر نشین. تصویری که شاید بیشتر از ایتالیا هندوستان رو تداعی کنه. اپیزود دوم ما رو به میلان میبره با خیابون‌های تر و تمیز و ماشین‌های لوکس و گرون قیمت. Via, 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 un taglio netto, definitivo. Renzo, in questo momento non mi ricordo. و اپیزود سوم در روم میگذره، جایی در میانه ها، طبقه متوسط، نه چندان فقیر و نه چنان ثروتمند. در اینجا جنگی میونه وسوسه و اخلاق و تا حدودی دین در میگیره، جنگی که انگار پیروزی هم نداره. Attento Umberto, come metti i piedi? بریم سراغ بازیگرای اصلی فیلم، سوفیا لورن و مارچلو ماستریانی، دو بازیگری که پیش از اون هم 4 بار در فیلم‌های روبروی هم قرار گرفته بودن و زوج شناخته شده به حساب می‌اومدن. نبض فیلم تو مشت سوفیا لورنه، بازیگر سرشناس ایتالیایی که 88مین جشن سالگرد تولدش رو 29 شهریور امسال جشن می‌گیره. او رو در نقش سه کاراکتر متفاوت با تشابهاتی میبینیم. زنی زیبا که تسلط امور رو در دست داره و تصمیم گیرنده اوست، چه در بارداری از شوهری بیکار که خودش رو برای عشق به این مرد سرزنش هم میکنه. چه در رها کردن معشوق در پی سرنوشتی حیرانی. سنتی، یو تورنو ا کازا می شی پورتا جنتیلمنت ایل سیگنوره، ما اندیامو سوبیتو ای مکانیسی، چاو. اوه، داگلی اون‌اوکیاتا تو، فای ایل فاووره؟ گراسیه. و چه در پاداش دادن و محروم کردن همزمان مشتری عاشق پیشه. همه جا این روست که برگ‌های بازی رو در دست داره و با این ورق‌ها خیلی هم خوب بازی می‌کنه. نقش آفرینی مارچلو ماستریانی به شدت تحسین شده، اگرچه شیمی بین او و سوفیا لورن این بار چندان در نیامده. در هر سه اپیزود
در نقش مردی که مقهور زن زیباست و به درستی نمیدونه چه باید کرد، به خوبی شخصیت‌های متفاوتی رو ارائه داده. ماستریانی یکی از مهمترین و بهترین بازیگران تاریخ سینمای ایتالیا است. او با 2 جایزه کن، 3 جایزه ونیز، 2 جایزه بفتا، 2 جایزه گلدن گلوب و 3 نامزدی اسکار افتخارات کم نظیری به دست آورده و در دوران بازیگریش در 147 فیلم نقش آفرینی کرده که در جای خودش و برای بازیگری در سطح او کم نظیره. سوفیا و مارچلو در مجموع در 13 فیلم در روی هم قرار گرفتن تا به یکی از معروفترین و مهمترین زوجهای تاریخ سینما بدل شدن. بریم سراغ اصل مطلب، سگانه که داستان 3 شهر رو با سبک زندگی قهرماناش در 3 تا داستان پیش میبره. اول برسیم خدمت خانم آدلینا، پس به سوفیا لورن همیشه باردار که کارش فروش سیگارهای قاچاقه سلامی میکنیم و به ماجرای ناپلی این سگانه سرکی میکشیم. او سابیده quando diembe disoccupato mio marito, eh? Da quando ha finito il servizio militare. E come campam? Come mangio figlio mio? داستان آدلینا از ناپل از وقایعی در سال 1954 شروع میشه. در محله با ساکنانی از طبقه کارگر، کوچه ها و خیابون های با سراشیبی تند و پله های ناتمام، زنی با چشمان درشت و نگاهی نافذ و البته شکمی برآمده و مردی بی عرضه به نام کارمین که خرجش رو از زنش میگیره. داستان با یک شگرد فرار از قانون آغاز میشه. با همکاری همسایه ها اساسیه منزل تخلیه شده تا چیزی برای توقیف گیر ماموران نیاد، اما خیلی زود میفهمیم که این تمرد از جریمه آدلینا او رو با خطر رفتن به زندان مواجه میکنه. وکیل رهگذری در نهایت به اونها مشاوره میده و آدلینا میفهمه بارداری به طور موقت جلوی زندان رفتنش رو خواهد گرفت، هر بارداری و 6 ماه پس از اون. اما این شگرد اونها که خونشون رو به مهد کودک تبدیل میکنه تا کجا جواب خواهد داد؟ تا وقتی که کارمین از پس اون یه دونه کاری که به سپرده شده، یعنی باردار کردن آدلینا، بر بیاد. ای راجونه کارمیر. اما مشکل اینه که او دیگه توان این کار رو هم نداره و کارش به دوا درون میکشه. استانسیوسی. ایل فیلم لو فارته لانو وتورو. آخرش چی میشه؟ اتفاقات بامزه تو راهه که باید به تماشا بنشینید. دومین قصه ما رو از ناپل به میلان میکشونه، جایی دور از اون فقر و بدبختی. در آغوش آنا، زنی با صدای اندوهگین سوار بر ماشین رویز رویز. آنا بار دیگه سوفیا لورنه، اما این بار عوض اون زن با خوی وحشی و لباسهای مندرس و اندکی آشفته حال، شاهد زنی آروم و باوقار هستیم با لباسی از کریستیان دیور. او رویز رویز شوهرش رو سوار شده تا در غیاب همسر پولدارش که برای سفری کاری خارج از ایتالیاست با معشوقه جدیدش به دل جاده بزنه. مارچلو ماستریانی در این اپیزود هم بار دیگه نقش مردی مقهور رو به نمایش میذاره، اما این بار اونقدر هم بیکاره نیست و نویسنده و خبرنگاری نسبتاً فقیره. آنا از رنزو میخواد که رانندگی کنه و رنزو در این میان مدام نشون میده از فاصله طبقاتیشون احساس ناخوشایندی داره، اما این فاصله تنها در ثروت نیست و این جایی خودش رو نشون میده که رنزو برای جلوگیری از برخورد ماشین با پسرک گلفروش ماشین رو به کنار جاده هدایت میکنه و باعث میشه که ماشین به یک تراکتور برخورد بکنه و ناگهان روی غیر احساسی و بیوقار زن خودش رو نشون میده. domani ci svegliamo tardi tardi col sole il sole arriva sul letto. Stavo uscendo di strada, ho frenato. Ma qui sta bruciando qualcosa. Madonna, ma qui brucia la ruota. Già. Ma dai, muoviti, fai qualcosa, imbranato tutto, ti incendia la macchina. Bisogna tamponare e tira fuori qualcosa. Cioè che mi chiama che giù ne in pesar bacce, c'è qualcosa mi arze. Ma io l'avrei ammazzato quello lì, capisci? Per quell'impiastro lì. این اپیزود کوتاه‌ترین قسمت این سگانه است و برخلاف اپیزود اول
چندان لحن شوخ طبعانه نداره و البته خیلی هم بیننده رو به خودش چفت نمی کنه، اما پلیه که باید باشه تا ما رو به سومین بخش و به یادموندنی ترین قسمت فیلم برسونه. قراره در سومین اپیزود به شهر روم بریم و سری به خونه مارا بزنیم. مارا مدعیه که کارش مانیکوره، اما گاهی از این مشتریه سرشناس و پولدارش روی تخت پذیرایی میکنه. رجین، امپراتریسه، سلطانه. از همون ابتدا مارا با رهایی و لبخند در صحنه ظاهر میشه. خودشو در حوله سفیدی پوشونده و اولش حواسش نیست که این نیمه اوریانی چطور هوش از سر پسر جوونی که در تراس همسایه با مادر و پدر بزرگش ایستاده برده. Una volta non ci parte, ma un giorno ti seguirò perché. اما این هوشبری با سر رسیدن آگوستو مشتری عاشق پیشه نیمه کار رها میشه تا منتظر قابهای بعدی و اتفاقات میان او و پسر همسایه باشیم. جایی که ناگهان احساسات از کنترل خارج میشه و از یک لوندی شوخ طبعانه به خطری بزرگ برای سرنوشت پسر که قرار کشیشه بدل میشه. مادر بزرگ که ابتدا با تهدید و توهین قصد روندن مارا رو داره، در نهایت دست به دامان خود او میشه تا پسرک رو سر عقل بیارن. اما کار سختی در پیشه، چرا که پسر بد جور عقلش رو از دست داده و در جنونی به سوی رهایی از این سودا مسیری انتخاب کرده که نه این وره نه اون ور و میخواد به ارتش بپیونده. اپیزود سوم دیروز امروز فردا قطعا که به یاد موندنی ترین اونهاست و حتما از دیدنش لذت خواهید برد. با مرور چند سکانس به یاد موندنی از دیروز امروز فردا این ولاگ رو به پایان میرسونیم. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین و دیدنش رو به دوستانتون هم توصیه کنین. همه ناب درباره بارداری آدلینا حرف میزنن و او فاتحانه سر کارش برمیگرده، همون میز کوچیک سیگار فروشیش. آنا از مرد فراری سوار کمک میگیره و رنزو در نمایی دور با تأسف سیگاری دود میکنه. Andavamo piuttosto forte e a un certo punto per deviare abbiamo dato una bloccata e proprio non so cosa farci. È una rosa. Sì, sì. No. È successo così. Vuole che l'aiuti? Oh, si immagini. Vede. سوفیا لورن در سکانس پایانی در پاداش همراهی شایسته اگوستو داره براش استریپتیز میکنه که کارو نیمه رها میکنه، چرا که به یاد میاره برای نجات پسر نذر کرده یک هفته با کسی رابطه نداشته باشه. Non possiamo, Augu, non possiamo. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشین و بقیه فیلم‌های کلاسیک هم که تو صفحه میذارم یه مروری بکنید.